22 بهمن ماه 1393. سلام، خسته نباشین. عنوان فیلمی که الان نشست رو نمایش به پایان رسید، مردی که اسب شده، خیلی اسم جالب و عجیب و شاید بامزه‌ای داره. برای اولین بار ما شاهد این بودیم که کارگردان نیومد تو نشست معرفی فیلم. با ما همراه باشین، بخشی از فیلم رو میبینیم با هم دیگه و با عوامل صحبت میکنیم. مرسی. صرافی، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. من شنیدم که یکی از سینمایی ترین فیلم های سینمایی این دوره از جشنواره فجر سینما رو میتونیم توش ببینیم، در مورد این توضیح میدین؟ عرضم حضورتون، بله، من خیلی خوشحالم، چون کسایی که صاحب نظر بودن و دوستانی که حالا چه کارگردان چه منتقد بودن دیدن فیلمو، اونها این نظر رو داشتن. از تجربه این فیلم برام بگین. ظاهرا خیلی کار سختی بوده. خیلی ممنون از لطفتون. فیلم بله کار سختی بود، چون شرایط فیلم برداری هم از لحاظ جغرافیایی و طبیعی سخت بود و هم از نوع فیلم برداری که آقای صحفی در نظر داشتن و آقای جعفری به انجامش رسوندن به نحو احسن. فیلم پلان سکانس های طولانی هستش، وقتی قراره یک سکانس 10 دقیقه بازی بشه و نمیدونم دقیقه نهم یه اتفاق میفته، دوباره از اول باید شروع کرد و اینو گسترش بدیم توی چیز به اصطلاح شرایط میگم طبیعی و جغرافیایی خیلی سخت بود. از یه طرف دیگه هم به هر حال چون با قصه به اون مفهوم عادی مواجه نیستیم، این هم کارو برای به هر حال بازیگرها که من نقش مکمل دارم البته اونجا، این سخت‌تر میشه، چون در بازی کردن قصه آدم جای تکیه‌گاه داره بازیگر، ولی وقتی قصه به مفهوم عام به مفهوم به اصطلاح رایج روایت نمیشه، کار بازیگری تماما حسی و درونیه. برای همین کار سختی بود، ولی سختیش لذت بخش بود. با تمام این سختی که شما کشیدین، فکر میکنین اگه کار تو استودیوی سیمرغ بود شما شانس سیمرغ داشتین؟ نمیدونم، یعنی من که خب برای نقش مکمل بودم، آقای نظرعلیان حتما فکر میکنم که چون برای من خیلی از لحاظ حجمم خیلی مثلا شاید 15% فیلم حضور دارم، ولی مسلمان آقای نظرعلیان کار خیلی سختی رو انجام دادن و ایشون لایق سیمرغ بودن. در یک خط به عنوان سوال آخر، فکر میکنین اگه بخوایم حرف مردی که عصب شد رو بگیم چیه؟ مردی که عصب شد، خب آقای امیر حسین صحفی و آقای علی اکبر صحفی خیلی به من لطف داشتن که من دعوت به این کار و همکاری کردم. شخصیتی که باید بازی میکردم خب شخصیتی بودش که از سن من بیشتر بوده و تجربیت بیشتر کسب کرده توی جایی بود و به خاطر همین میتونم بگم بهترین تجربه رو کسب کردم و واقعا باعث افتخار من بوده همکاری با ایشون. و فیلمو وقتی ببینید متوجه میشید که چه فیلم برداری با ارزشی داره. شما بگید، خودتون بگید آقای جعفری عزیز، از فیلم برداری کار خیلی جواب فرمانی دوربین دست بوده، درسته؟ من تمام فیلم تو حرکته، یعنی یک پلان ایستان رو مولا موجود. خیلی خوب بفهم. این اولین کاری بود که من دست نرفتم اتفاقا. مثلا محروم علی آتمی
شاید تو جشنواره جایزه هم نگرفتن ولی یادگار مانده. من فکر کنم جشنواره این جشنیه، ما باید همه خوشحال باشیم، هر تصمیمی هم که رعیت انتخاب داوری میگیره من احترام میذارم. و فیلم ما خیلی از من سوال کردن که چرا تو سودای سیمرغ نیست، سیاست‌گذاری جشنواره تشخیص داده این فیلم شاید مخاطب خاصی داره و اهالی اونه و رسانه و منتقدین جایگاه این فیلم اونجا تشخیص دادن، ولی یه حقوقی عوامل دارن مثل آقای جعفری، بازیگران، آقای همای فرد و این ها حقوق اینا با تأیید یه تماشاگر، یعنی یه تماشاگر به یامان این موسیقی این فیلم من مثلا به وجد آقا مورد پسندش قرار گرفت یا با جهان خودش نزدیکم بگی کنم خستگی دوستان در من بیشتر دغدغه این داشتم که باید اینجا تشکر کنم از بازی خود آقای نظرعلی ها، واقعا زحمت کشیده، بیش از 70% صحنه‌های خارجی ما تو بارا